ابتدا ضمن تبریک نوروز باستانی و با امید ظهور مولای بی همتای عالم حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه در ایام نوروز سال 1402 شمسی اخبار امروز را به اطلاعتان می رسانیم. امروز سهشنبه اول فروردین 1402 است از این روز در کشورهای فارسی زبان به نام نوروز نیز یاد می شود جشن باستانی نوروز که پیشینه چند هزار ساله دارد در سال 1388 خورشیدی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت ثبت شده است این روز و آغاز حیات دوباره طبیعت در آموزه های دینی نیز گرامی داشته شده و بر سنت های حسن مثل دید و بازدید از بزرگان خیشاوندان و ایادت از بیماران تأکید شده است. در تح... لحظه تحویل سال نو، بسیاری از مسلمانان با حضور در مکانهای مقدس و متحر به دعا و نیایش پرداخته و آرزوی سال صلح و آرامش می‌کنند. حرم متحر حضرت ابو عبدالله علیه السلام در شهر مقدس کربلا، امسال شاهد حضور گسترده مسلمانان در لحظه تحویل سال نو بود. شبکه امام حسین علیه السلام در لحظه تحویل سال نو از حرم متحر حسینی ویژه برنامه زنده پخش نمود که با استقبال گسترده مواجه شد نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورها مثل تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، عراق، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکمنستان، هند و پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن جشن نوروز را برپا می کنند. جشن نوروز در ایران و تاجیکستان به گونه ای گسترده و با شکوه تجلیل می گردد. نوروز در تاجیکستان نمادی از نیاکان، دوستی و زندگی است. در افغانستان پیش از تسلط گروه طالبان این روز در تقویم رسمی در شده بود و طی مراسم های با شکوه تجلیل و گرامی داشت می گردید روز اول عید نوروز در افغانستان با بالا بردن پرچم منصوب به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در زیارتگاه مزار شریف و کابل آغاز شده و به مدت چهر روز نیز ادامه پیدا می‌کرد امسال ما برای دومین سال متوالی بر پای جشن‌های نوروز در افغانستان ممنوع اعلام شده